سلام عرض ادب خدمت شما همراهای عزیز و دوست داشتنی. امروز با یک مدل بافتنی با قلاب در خدمتتون هستم، یک مدل بسیار آسون و خیلی خوشگل. همطور که میبینین برای این مدل بافت باید حتما از میل بلند استفاده بکنیم، چون تمام بافت برمیگرده روی میل و از قلابایی که سرش کوچیکه نمیشه استفاده کرد. برای این مدل بافت با تعداد زنجیرهامون باید مضربی از عدد 2 باشه که من برای نمونهی که الان میخوام اینجا برای شما ببافم 20 تا دونه زنجیره سر انداختم. خب حالا برای شروع کار باید ما حلقه ایجاد بکنیم، به این صورت که قلاب رو میفرستیم داخل زنجیره، نخ رو میپیچیم دورش و خارجش میکنیم. اینطوری حلقه ایجاد میکنیم. پس تا انتهای این رج همین کار رو انجام میدیم و دقیقاً به تعداد زنجیره هامون ما باید حلقه ایجاد بکنیم. من در انتها 20 تا حلقه خواهم داشت. حلقه ها رو ایجاد میکنیم به این صورت. حالا در این رج باید دقت بکنید هر دوتا حلقه رو با هم یکی میکنم، نخ رو در میارم، یک دونه زنجیره میزنم و باز دوتا حلقه رو یکی میکنم. از داخل زنجیره که رد کردم حلقه زنجیره، دوباره از دوتا حلقه روی کارم رد میکنم یک زنجیره و باز از روی دوتا حلقه رد میکنم یک زنجیره میزنم و باز از روی دوتا حلقه رد میکنم و تا انتها باید همین کار رو انجام بدم. زنجیره از توی دوتا حلقه خارجش میکنم، یک زنجیره میزنم، از توی دوتا حلقه خارج میکنم، به همین ترتیب تا انتها. و اینم اتمام کار. حالا میریم برای رج بعد. همونطور که میبینین بین هر بافتی که رج قبل ایجاد کرده بودیم یک حفره ایجاد شده. حالا باید دوباره حلقه ایجاد کنم. اولین حلقه که خوب هست روی کار، دومین حلقه رو میفرستم داخل اون فضای حفره مانند و نخو میکشم بیرون. برای بعدی بین این دوتا فضای حفره مانند روی اون حلقه رویی بافتم قلاب رو میفرستم، نخو ازش خارج میکنم و حلقم رو ایجاد میکنم. حلقه بعدی رو دوباره بین اون دوتا فضا میفرستم قلاب رو و به همین ترتیب یکی قلاب رو میفرستم بین این دو فضای حفره مانند و حلقه رو ایجاد میکنم و بعدی رو از روی کار میگیرم. و باز باید در انتها 20 تا حلقه داشته باشم. این مدل با عزیزان خیلی ساده است و دیگه از اینجا به بعد همش تکرار میشه. فقط این قسمت آخر یه نکته داره. ببینید این دو دونه آخری که الان مشاهده میکنین، من اینا رو باید تبدیل کنم به دو تا حلقه. چطوری؟ بافت اول رو جداگونه میگیرم و باهاش یک حلقه میگیرم. حلقه اولم یعنی به این صورت میگیرم و درستش میکنم. حلقه دوم رو اون بافت کناریش رو با بافت پشت سریش با همدیگه میگیرم که کنار کارم هم تمیز در بیاد. الان ببینید این دوتایی که دارم نشون میدم، قلاب رو از زیر این دوتا میفرستم داخل، نخو میگیرم و خارجش میکنم که میشه حلقه آخرم. کلن تو هر رجی که ما قرار حلقه ایجاد بکنیم از این به بعد دوتای آخر باید دقیقا به همین صورت باشه که خدمتتون گفتم. اولی اون دوتای آخر رو، اولی رو جدا میگیریم، دومی رو با یکی پشتش میگیریم و باز دوباره شروع میکنم به دوتا یکی کردن کار و زنجیره زدن. دوتا رو یکی میکنم، یه زنجیره میزنم و باز دوتا رو یکی میکنم و تا انتها. دیگه از این به بعد
بافت ما یکی در میون همینه. یک رج دو تا یکی میکنیم به همراه زنجیره زدن و یک رج حلقه ایجاد میکنیم. به همین صورت ادامه میدیم تا انتها. خب این از این. این میشه شکل بافت ما و به همین ترتیب کارو ادامه میدیم. دوباره اون فضای حفره مانند رو داریم و باید حلقه ایجاد کنیم. اولی رو میفرستیم وارد اون فضا میکنیم و حلقه رو میگیریم. بعدی رو از اون حلقه رویی بافتمون، دقیقا مثل رجی که براتون توضیح دادم. بعدی وارد اون حفره میشه، حلقه رو میگیریم، وارد حفره میکنیم، حلقه میگیریم تا انتها. خب همینطور که دیدین این بافت اصلا پیچیدگی نداشت، خیلی آسونه و خروجیش هم خیلی خوشگله. کش بافت قشنگی داره همونطور که اول کار دیدین و تر خیلی نازی هم داره. خیلی خیلی هم ساده است. خب حالا باز رسیدیم به اون دوتای آخر که براتون گفته بودم. یکی اول رو یه حلقه میگیریم و بعدی رو با یکی پشتیش با هم میگیریم و اونا رو هم تبدیل به یک حلقه میکنیم و به این صورت دوباره 20 حلقه دارم. و باز دوباره دوتا یکی میکنیم حلقه رو، یه زنجیره میزنیم و دو تا حلقه رو یکی میکنیم. فقط حواستون باشه که اون حلقه بالایی رو جز دو تا حلقه حساب نکنید. از اون نخو که رد کردیم حتما از پایین باید دو تا حلقه بگیریم. و تمام. این از بافتمون، یک بافت ساده و راحت. و اینم کاری که من قبلا براتون بافتم. همطور که میبینین طرح حصیری خیلی خوشگلی داره و بافتش هم که آسونه. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. تا آموزش بعدی، خدا یار و نگهدار همتون.